نشست علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی شنبه شب مطابق با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در رابطه با حکم افرادی که به دلیل نرسیدن حقایق و یا به این احتمال که به حجت و یقین رسیدن بر برخی ادیان و مذاهب دیگر باقی میمانند فرمودند فردی که در مقدمات دچار تقصیر نشده باشد و بین خود و خدا به قطع برسد معذور است چرا که عدل از اصول دین است اما اگر دچار تقصیر شده باشد نتیجه تابع اخص مقدمات است معظم الله با اشاره به آیه 150 سوره بقره و شما مسلمانان هر کجا بودید روی بدان جانب کنید تا مردم به حجت و مجادله بر شما زبان نگشایند فرمودند لذا مسلمانان و مؤمنان موظف هستند که به گونه وظایف خود را انجام دهند که روز قیامت کسی پیدا نشود بر اساس این آیه شریف بگوید که به من حجت و دلیل نرسید بنابراین وقتی مسلمانان و مؤمنان دچار تقصیر در بیان حقایق شوند در روز قیامت مورد معاخذه الهی قرار میگیرند که چرا حقایق را به همگان نرساندند ایشان با اشاره به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر که بر ابلاغ پیام آن روز به همگان تاکید فرمودند بیان داشتند بلاغ به معنای رساندن مبامین و مبین به معنای آشکار و روشن و واضح است لذا در روز قیامت به مسلمانان گفته خواهد شد که چرا ابلاغ حقایق آن هم به صورت آشکار و روشن و واضح که دیگران را قانع نماید نکردید بنابراین اگر کسی قانع نشد در بین خود و خدا معذور است و جاهل قاصر تلقی می شود با هم فرمایشات آیت الله العظما رازی را ببینیم و بشنویم تحقیق نکرده یعنی مقصر ببینید این وقتی که میخواد یه چیزی بخره یه خونه یه زمینی بازاری بکنه تحقیق میکنه چطور تو, تو دینش تحقیق نکرده مقصر این وصلى <applause> الله على محمد واله الطاهرين